آدینه 13 آذر ماه 1394 خورشیدی برابر است با 4 دسامبر 2015 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید، صمیمانه ترین درودهای من به همکار خوبم آقای سپهر در قسمت فنی رو بپذیرید. امروز برنامه بیشتر اختصاص داده شده به مسائل نفت و مسائل مربوط به برجام که با مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر حسن منصور این نکات رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. خبرهای بسیار ناراحت کننده و اسف انگیزی که در آغاز سال نو مسیحی و جشن کریسمس و غیره در همین کالیفرنیایی که ما زندگی میکنیم و خیلی نزدیک به ما در سان برناردینو، یکی از به اصطلاح شهرهای نزدیک لس آنجلس صورت گرفته و یک زن و شوهر دیوانه و کسانی که تحت تأثیر تبلیغات داعش بودند و گفته میشه تا این لحظه و وابستگی خودشون رو و به اصطلاح این زنی که عنوان یعنی به نام تشوین مالک و شوهرش سعید با فراهم آوردن تعداد زیادی اسلحه، سلاح‌های جنگی و بمب‌های دستساز لوله‌ای، از قسمت‌های لوله رو می‌گیرن و باش بمب می‌سازن، همون کاری که در هنگام همین عمل تروریستی ما در شرق امریکا شاهدش بودیم، و تعداد زیادی فشنگ و عرض کنم وسایل مربوط به این کار رو پیدا کردن از این زن و مرد. او شانسی که پیش آمده با علارغم تمام این وضعی که به وجود آمده و نگرانی هایی رو که به وجود آورده، عمل پلیس و حرکت سریعی رو که به خرج داده که حد اکثر بعد از 4 دقیقه تلفن، اولین تلفنی که شده و پلیس رو اطلاع دادن بهش، پلیس با یک گروه زیادی از افراد خودش و افراد اف بی آی و غیره خودشون رو رسوندن اونجا و از ادامه کشتار در واقع جلوگیری شده، برای اینکه در کوله پشتی که جا گذاشتن تو همون سالونی که جشن کریسمس رو رفته بودن به استقبال شده ای اونجا و این بیمارستان معلولین بوده، اونجا عده معلول بودن، ساختمان بسیار بزرگی است که مؤسسات دولتی درش وجود دارن، اون قسمت های مربوط به بیمه های اجتماعی کالیفرنیا یه قسمتش اونجا بوده. به هر حال یک تاسیسات بسیار مفصلی هست. کوله پشتی رو که اونجا گذاشته بودن نتونسته بودن منفجر بکنن، با از راه دور کنترل می‌شده، اون وسیله راه دور یا ریموت کنترل عمل نکرده خوشبختانه، و این تنها علتش اینه که هجوم پلیس باعث شده که این دو نفر فرار کنن. زن این مرد، همین تشوین مالک، این از طریق شنیدن همین پروپاگاندها و این تبلیغاتی که داعش میکنه در فضای مجازی، در واقع خودسر، تا اینجایی که معلوم هست، امروز که جمعه هست، تا امروز معلوم شده که دستوری از بالا نداشتن، ولی ایشون چند روز قبلش از طریق فیسبوک با البغدادی در واقع بیعت کرده و اعلام همبستگی کرده. معلوم میشه که از مدت‌ها قبل اینها مشغول تدارک این قضیه بودند، این زن و شوهر. اقوامشون مصرن میگویند که کوچکترین اطلاعی نداشتن از وضعیتی رو که اینها میخوان به وجود بیارن، خبر نداشتن که چه کارهایی رو دارن انجام میدن، ولی جزئیات این ماجرا هنوز تحت بررسی هست که در روزهای آینده لابد جزئیات بیشتری رو ما در این مورد خواهیم شنید. به هر حال
این مسئله یک مسئله بسیار نگران کننده شده در جوامع اروپا و امریکا و کشیده شده به امریکا الان، و مسلمانانی که کوچکترین علاقه و وابستگی و در واقع تأییدی بر این مسائل ندارند تحت تأثیر اینها قرار گرفتن، و یک عده از افراد متعصب در اینجا شروع به بعضی از عکس العمل های نگران کننده کردند، و اینها همه مسائلی است که بسیار بسیار پیچیده است و سران مسلمان هم، یعنی رهبران مسلمان ها هم این بار با جدیت زیاد دارن سعی میکنن که این آتشی رو که ممکنه زیر خاکستر باشه بر علیه مسلمانان یه مقداری فروکشش بکنن، روش کنترل بگذارن. تا چقدر موفق بشن معلوم نیست. اجازه بدید با توجه به محدود بودن وقت برنامه برویم و با آقای دکتر حسن منصور صحبتم رو با آقای دکتر حسن منصور در لندن شروع بکنم. با ما باشید. بینندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، بار دیگر جناب دکتر حسن منصور این افتخار رو به من دادن که در خدمتشون باشم. شورت نوتیس بود و تشکر میکنم پیشاپیش از شرکتشون در برنامه. راجع به مسائل اقتصادی باشون صحبت خواهم کرد و از اطلاعات وسیعی که دارن من و شما بهره‌مند میشیم، و همچنین راجع به آخرین گزارش آمانور در مورد برجام، اثر برجام و انتظاراتی که میرفته از اینکه برجام چه تأثیری میذاره روی زندگی مردم و این گونه مسائل. آقای دکتر سلام خدمتتون عرض میکنم و تشکر میکنم از شرکتتون در برنامه. سلام جناب آقای اعجازی و سلام خدمت همه شنوندگان و بینندگان برنامه. بی‌نهایت سپاسگزارم. آقای دکتر منصور، فکر میکنم شروع بکنیم صحبتمون رو با گزارش آمانو که مطالعه فرمودید و در مورد شرایطی بود که در واقع یه مقداری عکس العمل ها نسبت به این گزارش متفاوت بود، یعنی گروهی در جمهوری اسلامی مثل اینکه راضی نبودن و گروهی هم در کشورهای اروپایی. ممکن توضیح بفرمایید؟ بله، قرار بود که آقای آمانو گزارش خودشون رو، یعنی گزارش نهایی رو در نیمه دسامبر، 15 دسامبر اعلام بکنند. تا اون وقت ایشون گزارش فراهم کردند، ولی این گزارش رو تقدیم کردن به هیئت حکام آژانس، برای اینکه مواردی داره که ایشون تصمیم گیری از عهده دبیر کل بالاتر میره و ایشون هم دبعاً نمیخواهند که مسئولیت این مسائل رو بپذیرند. در نتیجه گزارش مفصلی در 88 بند 88 ماده تهیه کردند و اونجا رؤوس تمام مسائل اساسی رو گفتند، یعنی اعلام کردند. جان کلام بخوام فقط خلاصه و اساره مطلب رو عرض کنم، ایشون گفتند که از تا سال 2003 جمهوری اسلامی به صورت منظم سیستماتیک در صدد ساختن یک ابزار انفجاری و آزمایش اون بوده و در نتیجه دست به آزمایش ها و تست هایی زده و استناد کردن به خیلی از اطلاعاتی که هم خود آژانس به دست آورده، هم کشورهای عضو در اختیارش گذاشتن، و اینکه اینها را با هم به اصطلاح مقایسه کردن، کراس چکینگ کردن. و تا سال 2003 جمهوری اسلامی در صدد نیل به چیزی نظیر بمب اتمی بوده، ولی 2003 این فعالیت‌های منظم رو قطع کرده، ولی تا 2009 به صورت غیر متمرکز و پراکنده این فعالیت‌ها ازشون جایپایی وجود داره، ولی اینها رو نمی‌شود یک فعالیت‌های منظم و سیستماتیک در جهت نیل به بمب اتمی تلقی کرد. ولو که بسیاری از سوال‌هایی که ایشون مطرح کردند هنوز بی جوابه. مثلا عرض کنم اتاقه که در پارچین عکسش رو دارند و
شواهد زیادی به وجودش هست در گزارش های ایران و در بازدیدی که آژانس به توسط ایران از اونجا انجام داده وجود نداره. یعنی خیلی تغییرات که در اونجا داده شده طی 2-3 سال در حد خاکبرداری ها، عرض کنم ساختمان کردن ها، ساخت و برداشتن به طور کلی ساختمان ها و دیوارهای قدیمی، برای اینکه اینا قابل آزمایش، قابل تست نباشن. و ایشون گزارش کردن که این فعالیت های بسیار بسیار بنیادی امکان به نتیجه گیری رو برای آژانس بسیار کمتر کرده است. در نتیجه این رو میداد به هیئت حکام، هیئت حکام نتیجه میگیره و این رو باید گزارش بکنن بعد به عرض کنم به هیئت مذاکره کننده از طریق سازمان ملل، عرض کنم شورای امنیت. در نتیجه به این گزارش که نگاه میکنیم، اگر در واقع بنابر حسن نیت باشه، یعنی بنا رو اگر این طرف های مذاکره کننده غربی بنا رو بر این بگذارن که در رأس اونها آمریکا وجود داره که این قضیه رو دست بگیرند، خواهند توانست کار رو بکنند. ولی اگر بنا رو بر این بگذارن که احیانا مته رو خشخاش بگذارن، بسیاری از موارد که در اونجا تعارضات، تناقض ها، ضد و نقیض گویی ها، مطلب عوض کردن ها، ایزگم کردن ها، اینها همه از کنم جای پاشون در اونجا پیداست. قرار اگر بر این باشه که مته رو خرخاش بذارند، از این گزارش برجام نمیتونه جان سالم به در ببره. ولی با جنبی که به عرض کنم به برجام در طرف این حاکم است، ببیشه با نظری که آقای اوباما در این زمینه داره، به نظر میرسد که این قضیه رو درز بگیرند و احیانا با این اطمینان، با این شرط که ایران در آینده از این شیطنت ها نکند، این قضیه رو عرض کنم درز بگیرند. خیلی ممنونم. آقای دکتر، توضیحاتی که فرمودید، یه مقداری جنجال شد در ایران مخالفین این برجام که خیلی نگران این شده بودن که این گزارش در واقع دست اونا رو به نه به صورت کامل و به گونه یا به گونه باز کرده و خلاصه این مخالفت ها در ایران ادامه داره و در خارج از ایران هم همینطور، در امریکا، در اتحادیه اروپا هستند مقاماتی که واقعا فکر میکنن که ایران با اون سابقه ای که داره و پنهانکاری هایی رو که داشته ممکنه دوباره به صورت پنهانی شروع بکنه به این گونه اقدامات، که این صحبت هاییست که میشه. ولی از نظر اقتصادی انتظاراتی میرفت که برای مردم تحصیلاتی به وجود بیاد، وضع زندگی و برداشته شدن تحریم ها بهتر بشه. الان ما شاهد بالا رفتن بیرویه قیمت ارز هستیم که قبلا هم من با جناب علی در این زمینه صحبت کردم، ولی موضوع مهمی است. فکر میکنید که این داستان ادامه پیدا بکنه و بالا رفتن مثلا قیمت دلار ادامه پیدا بکنه و عواملی که باعث این کاهش افزایش قیمت ارزهای خارجی میشه هنوز وجود دارند یا نه؟ ملاحظه فرمید قضیه چندین قسمت داره. عرض کنم یک مسئله دوربرد اقتصادی است که عوامل اقتصادی چگونه تعادل نرخ ارز رو در ایران پدید خواهند آورد، این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که در ایران ما هیچ وقت بازار ارز نداشتیم که در اونجا عرضه به تقاضای ارز قیمت تعادلی رو، نرخ تعادلی رو پدید بیاره. برای اینکه فروشنده ارز یک مرکز و اون بانک مرکزی است. بانک مرکزی با توجه به امکانات ارزی خودش در بازار دخالت میکنه و این هم چون بانک مرکزی در واقع بانک مستقل از دولت نیست، به جزء یکی از ادارات دولتی است، در نتیجه این هم زیر الزامات بودجه داره این کارها رو میکنه. در نتیجه به چند عامل با توجه کرد، یکی این که همون کاری که دولت احمدی نژاد هم انجام میداد، وقتی به پایان سال میرسیم برای اینکه درآمدهای دولت افزوده بشود، از این رهگذر سود میبرد دولت که نرخ ارز بالا بره تا معادل ارز کنم ریالی
ارزی که به بانک مرکزی میریزد بیشتر بشه، بتونه کسری بودجه رو جبران کنه. این یکی از عوامل است. پس در اینجا مسئله وابستگی بودجه به بانک مرکزی و وابستگی بانک مرکزی به دولت کارسازه و اثر میگذاره. از سوی دیگر درآمدهای ارزی دولت به شدت محدوده، یعنی هنوز برجام به مرحله اجرا نرسیده و این زمان خواهد بود. در نتیجه درآمدهای دولت محدود است به اون ماهی 700 میلیون دلاری که باید بگیره و بعد مقدار نفتی که میفروشه و این هم زیر 1 میلیون. سال ماه گذشته بنا به گزارش رویترز ایران توانسته بود 803 هزار بشکه در روز در به طور متوسط بفروشه و علت این افت هم عمدتاً کاهش خرید هند بود از نفت ایران. به این ترتیب درآمد ارزی ایران محدوده. در برابر این محدود بودن درآمد ارزی، شما به تعهدات ارزی ایران عنایت بفرمایید که ایران درگیر چندین ماجرای پرهزینه نظامی از جمله در سوریه و یمن و عراق از این حرف است. در نتیجه اولویت نظام و نه دولت، اولویت نظام اداره کردن این مسائل. در چه پولی که ارزی که به دست دولت و این نظام برسه، در درجه اول سهم شیرش متوجه این هزینه های نظامی است و تا از اینجا چه چیزی کدوم خوردی از کنم بیفتد که به درد ملت برسه. فعلا در این شرایط طبیعی گشایشی در کار نیست، ولی چشمانداز آینده چگونه است؟ چشمانداز آینده هم نباید در این زمینه واقعا بدون بدبین بودن، نباید راه گزافه پیمود، برای اینکه هنوز اون رقمی که قرار بود آزاد بشود از پولهای بلوکه رقمش معلوم نشد. بالاخره از 150 میلیارد ساعتدا 180 میلیارد دلار گفته شد، 150 مقامای رسمی آقای اوباما گفتند، بعد آقای کری 120 میلیارد گفتند، بعد مسئولای ایران گفتند، بانک مرکزی بالاخره این رو به حدود 6-7 میلیارد دلار پایین آورد عرض کنم و اینها رو در یک حاله ابهام فرو برد و معلوم نشد که بالاخره ایران اصولا طلبی داره، وصول خواهد شد، این وصول به دست دولت خواهد رسید یا نخواهد رسید. توجیه این قضیه عرض کنم هرچی باشه، مسئله این است که فعلا دولت انتظار زیادی از آزاد شدن پولها نداره، ولی اگر برجام به مرحله اجرا برسه که اقلن 3 ماه تا 6 ماه طول خواهد کشید، به تدریج دولت خواهد توانش صادرات نفتیش رو افزایش بده. در وهله اول اون چی که ادعا میکنن و خواهند توانست روزانه 500 هزار بشکه رو، ولو که با این ارزی نفت قیمت نفت دوباره سقوط خواهد کرد. امروز قیمت نفت در حدود 41-42 دلار بود. در نتیجه عرض کنم قیمت نفتی ایران و اوپک اندکی پایین تر از این تعیین میشود. درآمد ولو که ایران بتونه بیشتر صادر کنه، چون قیمت افت میکنه افزایش درآمد زیاد نخواهد بود. و امروز هم عرض کنم همانطور که پیشبینی میشد، نشست اوپک در این زمینه بدون نتیجه پایان یافت، یعنی به هیچ نتیجه مهمی در مورد افزایش عرض کنم تولید که ایران میخواهد یا کاهش تولید که عربستان سعودی در اون، یعنی عملا حفظ مقدار تولیدی که انجام میکنن به اونجا منجر شد، به چیزی به نتیجه نرسید. در نتیجه فعلا تا 6 ماه 7 ماه دیگر این قضیه به همین ترتیب باقی خواهد بود. در نتیجه وضعیت ایران که باید بتواند سرمایه گذاری بکنه، این بحث دیگری شاید بهش بپردازیم. عرض کنم تلاش دولت این است که راه رو برای سرمایه گذاری های خارجی در ایران باز بکنه، ولی در این زمینه هم موانع زیادی داره که اگر مورد نظرتون بود میتونیم بهش بپردازیم. حتما آقای دکتر، متشکرم. یکی دیگه از سوالات من که پاسخ دادید در مورد همین نگرانی اعضای اوپک هست از ورود ایران به بازار نفت و بالا رفتن تولیدش، که با این شرایطی که الان حتی ما شاهد نرخ 36 دلار بودیم
در چند روز گذشته. اون رو پس همونطور که فرمودید من جواب سوالم رو جناب عالی دادید، یعنی نتیجه ای نگرفتن اعضای اوپک که چه باید کرد و معلوم نیست که ایران با چند با چه حجمی وارد بازار خواهد شد، درسته؟ کاملا درسته. اون که اشاره فرمودید عراق حتی نفت خود رو به 30 دلار میفروشه، عرض کنم. البته معمولا این تخفیف ها زیر میزی داده میشند و اعلام نمیشن، در نتیجه اینتلیجنس بازار نفتی، سازمان های اطلاعاتی بازار نفتی که وجود دارند این گزارش ها رو میکنند. این کار رو ایران هم بارها بارها کرده، الان هم خواه و ناخواه با تخفیف های بسیار زیادی از قیمت اعلان شده میفروشند. در نتیجه وقتی بازار به اصطلاح بازار خریدار نه بازار فروشنده، یعنی اونجایی که قدرت در طرف فروشنده نیست، قدرت وقتی در فروشنده است که کمبود در بازار وجود داشته باشه، ولی وقتی در طرف خریداره، خریدار دستش باز از هر جایی بخره، در نتیجه این فروشندگان رو در برابر همدیگه به بازی میگیره، هر کدوم بیشتر تخفیف دادن از اون میگیره، در نتیجه قیمت رسمی پایین تر از این قیمت هایی هستند که در بازار و بورس اعلام میشن. خیلی متشکرم آقای دکتر. در زمینه این قراردادی که با هم صحبت میکردیم منتشر شده و توضیحاتی که اشاره کردید، آینده رو به چه صورت میبینید؟ این قرارداد چه چیزایی رو مطرح کرده؟ ما از آغاز روی کار آمدن این رژیم اکثر قراردادهایی که این رژیم با کشورهای مختلف منعقد کرده محرمانه بوده. در حکومت سابق هم مثل این که همین شرایط بود، ولی این بار واقعا خیلی از این قراردادها جزئیاتش معلوم نیست. آیا این گزارشی رو که بهش اشاره فرمودید به اصطلاح نکاتی درش هست که روشن بکنه که شرایط چه خواهد بود؟ نه، همونطور که فرمودید متن قرارداد در اختیارمون نیست. در نشستی که در 7 و 8 آذر حدود یک هفته پیش با حضور 130 نمایندگان 137 شرکت عرض کنم بین المللی در تهران در تالار سران عرض کنم عنوان کردند، اونجا مطالبی رو توضیح دادن به این نمایندگان که اون مطالب هم در اختیار ما نیست. ما انعکاس عرض کنم رسانه‌ای این خبرها رو در اختیار داریم و در کنار اون در واقع تنها سندی که در اختیارمون هست مصوبه دولت هست با عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز عرض کنم که در 11 ماده به عرض کنم توضیح این مسئله پرداخته. سند نسبتا دقیقی است، طبیعی است که برخی از جزئیات وجود نداره و در نتیجه ارزیابی قراردادها رو قرارداد رو مشکل میکنه. من تمامی قراردادهای عرض کنم نفت رو از اون آغاز قرارداد بارون جولیس دو رویترز گرفته تا عرض کنم آخرین قراردادهای به یه متقابل اینها رو به دقت خواه و ناخواه خوندم، برای که خب بخشی از کار من بوده. عرض کنم تا انقلاب قراردادها در دسترس بودند و شما اینجا رو میتونستید از محافل بسیار زیادی قرارداد، البته قرارداد و کنسرسیوم برای مدت معینی محرمانه باقی مون به علت حساسیتی که عرض کنم بعد از عرض کنم افتادن حکومت دکتر مصدق پدید اومده بود، برای مدتی این محرمانه بود. پشت این قضیه تا سال 1973 حتی برخی قراردادها بودند، قراردادهای مثلا برداشت نفت از میادین مختلف خاورمیانه که حتی اونایی که در درون این قضیه از بازیگران نفتی بودند نیز ازش خبر نداشتند. مثلا قراردادی در همین زمینه که شاه ایران با تمام اطلاعاتی که در زمینه نفت داشت در 1973 متوجه شد و این متوجه شدن البته رابطه ایشون رو با برخی شرکت‌های نفتی شکراب کرد. عرض کنم
برای اینکه ایشون همیشه اصرار میکردن مثل همه کشورهای اوپک که سهم ما رو از برداشت زیاد بکنید، ولی این شرکت ها این کار نمیکردن یا آنچنان که مورد نظر ایشون بود نمیکردند. اون وقت متوجه فرمولی شد که اینها در اون قراردادهای بین خودشون در واقع برای اداره بازارهای جهان بین این شرکت های بزرگ طبق اون فرمول عمل میکردن. در نتیجه همیشه یک قراردادهای محرمانه مخفیانه وجود داشته که برای همه قابل دسترس نبود. وقتی این قضیه علنی شد، پادشاه ایران عصبانی شد و عرض کنم این عصبانیت پیامدهایی داشت، ولی به هر صورت بعد از اون بود وقتی این موضوع رو متوجه شد و فهمید که این شرکت های عضو کنسرسیوم چرا از ایران اون برداشت رو نمی کردند، بعد از اون خودشون رو یکی از مطلع ترین افراد در زمینه نفت می دونستن و بارها در مصاحبهشون اعلام کردند که من کارشناس و متخصص نفت هستم، از که زیاد هم پر بیرا نبود در زمینه شناخت بازار نفت، اطلاعات خوبی داشتن. از این بگذرم، در این مصوبه دولت در این با عنوان شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای نفت و گاز، خب چارچوبی از قضیه عنوان شده است. من فقط خلاصه ای از این رو خدمتتون بگم که در اینجا کدوم مسائل تغییر پیدا کرده. بله، یک این که میدونید در ایران در قانون اساسی اصل 81 قانون اساسی مانع سرمایه گذاری خارجی در بسیاری از صنایع به ویژه صنعت نفت. این اصل میگوید دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. خب این در واقع چون در قانون اساسی است، بدون تغییر قانون اساسی هیچ قدمی به جلو نمی شود گذاشت، حتی اگر خود مسئولان در صدد کلاهشری درست کردن برای این قانون، برای این ماده باشند، خارجی هایی که از کنم در این زمینه اطلاعات بسیار زیاد و دقیقی دارند معمولا این ریسک رو نمی کنند که در کشوری که قانون اساسیش ورود اونها رو ممنوع می کنه سرمایه گذاری بکنند. از این نظر دولت باید برای این فکر بسیار اساسی تر انجام بده. دولت در برابر این اومده قانونی رو تصویب کرده مجلس با عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و در ماده 12 این قانون در واقع مجوز قانونی برای جذب سرمایه خارجی رو به سرنفت داده. خب عنایت بفرمایید که یک قانون معمولی میخواهد خلاف قانون اساسی مملکت یک چیزی رو مجوز بده که عملا این بی بنیاده و هر لحظه اگر اراده نظام بر اون تعلق بگیره میتونه دبه در بیاره و اصل رو بر قانون اساسی بگذاره و در نتیجه این سرمایه خارجی رو پادر هوا بکنه. به این ترتیب در این ماده عرض کنم تا 100 میلیارد دلار معادل ارزی 100 میلیارد دلار و تا 50 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی که همه ساله مطابق نرخ تورم باید تعدیل بشود، یعنی ما نرخ تورم باید این رقم افزایش پیدا بکنه، مجاز کردن که صنعت نفت بتونه سرمایه خارجی بگیره که عرض کردم چون خلاف قانون اساسی در اون وجود داره کار چندان محکمی نیست و خارجی ها از اینها به سادگی نمیگذرن. عنایت بکنید در ایران مسئله سابقه داره، در جمهوری اسلامی ایران سابقه داره. مثلا اصل 44 قانون اساسی که در واقع تمام صنایع ایران رو، تمام صنایع رشته های مهم اقتصادی رو دولتی میکنه، الان این رو به عنوان از کنم اصل 44 این اصل رو تبدیل کردن و این چنین میخونن، این چنین تفسیر میکنن که این در واقع دائر است، ناظر است به خصوصی کردن و گسترش فعالیت های خصوصی، در حالی که مطلقا چنین نیست. هم روح این ماده هم کلمه کلمه این
این ماده قانون اساسی حاکی از این است که صنایع باید در اختیار دولت باشند، صنایع بزرگ از تمام بانک ها گرفته نفت و همون کاری که انجام گرفته. به این ترتیب با این تفسیر بازی هایی که پایه حقوقی بسیار ضعیفی داره راه طولانی نمی شود رفت. از این بگذرم برگردم به این که خب ایران در واقع از سال 2007 تا کنون، یعنی در این 8-9 سال گذشته، قادر نبوده است که هیچ میدان نفتی جدیدی رو به بهره برداری برسونه. علی رغم اینکه میادین بزرگ نفت و گاز رو به در داخل شرکت‌های ایرانی که عمدتاً سپاهی هستند توزیع کردن به اونا دادند، عملاً به بهره برداری نرسیدیم. علی رغم گزارش‌های خلاف واقعی که بارها دادن و علی رغم افتتاح‌های مکرری که آقای احمدی نژاد از این مثلا فلان بند پارس جنوبی رو چندین بار افتتاح کردن، در واقع هنوزم به مرحله افتتاح نرسیدیم. آقای دکتر ببخشید بین صحبتتون، من در رابطه با نکاتی که گفتید انشالله باعث نشم که بقیه فرمایشتون قطع شد، ادامه بدید بعد از این سوال من. در واقع الان اون چه که هست دست سپاهه، یعنی دولت در واقع اینی که دولت همه چی رو در اختیار داره یه به اصطلاح تصور واهی است، اینطور نیست؟ ببینید قسمت های بسیار بزرگ که ارقام دقیقی قطعا قابل استناد وجود نداره، ولی در هوا ارقام زیادی گفته شده، ده ها میلیارد دلار این قراردادها با شرکت های مختلف سپاه بسته شده و اینام چون اینا اومدن به عنوان ساب کانترکتر به شرکت های دیگری واگذار کردن، اون شرکت به شرکت دیگری واگذار کرد. عرض کنم نتیجه این شد که از پارس جنوبی ما بهره برداری بسیار بسیار ناچیز داریم در برابر بهره برداری قطر که به چندین کشور بزرگ از همونجا گاز صادر میکنه، درآمدهای بسیار کلانی داره و از یک منبع مشترک نسم هست، یعنی وقتی ایشون برمیدارن سهم ایران هم هست در اونجا که ایران نمیتونه بهره برداری بکنه. در ایران شرکت های عرض کنم زیادی در این زمینه پدید اومدن که همه به نحوی شرکت های وابسته و قدرتن، اهم از این که همه شون سپاهی نباشن ولو که بزرگترین هاشون سپاهی هن. عرض کنم حتی در این زمینه بسیج هم مدعی شده اخیراً که ایشون هم سهمی از این قراردادها رو میخواد. معلوم نیست که واقعا با کدام صلاحیت، چون در این کشورها بلوف زدن عرض کنم خیلی امر عادی است. اخیراً فرمانده بسیج فرمودن که بسیج در جهان در علم حرف اول رو میزن. بله لازم بفرمایید این نو با این نو برداشت ها، با این نو سخن گفتن ها که در این جامعه هایی که ما زندگی می کنیم به این حرفا مایه عرض کنم خفت گوینده می شود و هیچ وقت جدی نمی گیرن این مسائل رو. در نتیجه الان در این شرایط این قرارداد جدید، تازگی ها یا جنبه های جدید قرارداد چیست، فقط اینا رو ذکر بکنم برای اینکه موضوع بسیار متوله. برای اینکه اون اصل قانون اساسی رو دور بزنند و بگن که خب کشور خارجی رو ما بهش قرارداد ندادیم، شرط کردن که شرکت خارجی در ایران یک شرکت دائر بکنه، ثبت بکنه و بعد خودش هم یک شریک ایرانی پیدا بکنه. بله خب این یک اصل قضیه است. بعد شرکت خارجی به مانند قرارداد متقابل با رسیدن به مرحله تولید کنار نمیره، بلکه ادامه میده. قرارداد حدود 20 ساله که قابل تمدید هست برای 25 سال. مالکیت میدان مال شرکت ملی میمونه. همینطور به صورت در این زمینه ابهام وجود داره. در جایی گفته شده است که شرکت های خارجی که اینقدر طرف قرارداد هستند، اینا میتونند ذخایر رو جز دارایی های خودشون در ترازنامهشون وارد کنند و در نتیجه سبب بشوند که قیمت سهامشون بالا بره.
این معنا را بگیریم، معنیش این است که مالکیت ذخایر رو به این شرکت ها باید واگذار بکنن. از مکالمه این برداشتی است که من از بیانات مصوبه دولت میگیرم این مسئله رو. از کنم اون وقت این طرف قرار داد که متشکل است از یک شرکت خارجی و یک شرکت ایرانی، این بنا بر این است که در تمامی زمینه ها مشارکت داشته باشه. تمامی زمینه ها یعنی در مسئله اکتشاف و استخراج و از کنم حمل و تمامی این قضایا و سرمایه گذاری و مدیریت. مسئله این است که کدوم شرکت در ایران این توان علمی فنی رو داره و این توان مالی رو داره که بتونه سرمایه گذاری انجام بده و بتونه مدیریت صنعت بسیار بغرنج نفت و مطابق نرمای امروزی انجام بده و عرض کنم بتونه اون علم و فنی که مورد نیازه و فقط در شرکت‌های بسیار بزرگ غربی وجود داره نظیر اینها رو بیاره. طبیعی است که چنین چیزی وجود نداره. اون وقت مسئله‌ای که در اینجا پیش خواهد اومد اینه که ما اگر متخصصینی داریم، این متخصصین معمولاً جذب شرکت ملی نفت ایران هستند. یعنی بدنه ای از متخصص ها، هم از متخصصان اداری، متخصصان حسابداری و متخصصان فنی برای استخراج و اکتشاف، اینها در بدنه شرکت نفتن. اگه بنابر این باشد که شرکت های ایرانی که شریک شرکت خارجی میشن این اصحاب تخصص رو جذب بکنن، خواه و نخواه شرکت ملی تخلیه خواهد شد و اینا در خدمت اون شرکت خصوصی ایرانی قرار خواهند گرفت. و به فرض اینکه آنچه که این قرارداد میگوید علم و تکنولوژی از طرف خارجی منتقل بشود به شرکت ایرانی، این شرکت ایرانی شرکت ملی نفت نیست، بلکه شرکت ایرانی است که در برابر شرکت ملی نفت ایران پیمانکار اونه. در نتیجه خطری که احتمالاً از این قرارداد ناشی می شود این است که شرکت ملی نفت از تخصص تخلیه بشه و این تخصص در اختیار شرکت هایی قرار بگیرن که اینا درباره رقیب شرکت نفت خواهند بود. از کنم وقتی از این نقطه نظر نگاه بکنید و اون نکته دیگر هم که عرض کردم که منابع در ترازنامه شرکت پیمانکار وارد بشود، در واقع این دوتا ماده دوتا از کافی است که این قرارداد رو تبدیل بکند به قرارداد انهدام اصل ملی شدن صنعت نفت ایران. یعنی چیزی که ملت ایران در این مدت در دوران زندیاد مصدق کسب کرد و بعد از اون 20 سال طول کشید که در واقع اون روح قضیه در ایران واقعا برای ایران تحصیل بشود، اونها رو انگار در طبق اخلاص میگذاریم و تقدیم خارجی ها میکنیم. و این عرض کنم حاکمیت و مالکیت و این نامداری شرکت ملی نفت ایران رو که یکی از چند شرکت بزرگ جهانی مورد احترام بوده سالها، اینها رو از دست خواهیم داد. این به نظر من نقطه نقاط ضعف این قرار داد. از این بگذاریم، جزئیات دیگری هم وجود داره که هر کدوم قابل بحثه. مثلا اینکه از طرف خارجی میخواهد که در برابر پاداشی که میگیرد از آخرین فنون تکنولوژی استفاده بکند تا برداشت و استخراج بهینه انجام بده، در حالی که این شرط همه قراردادهای نفتی است، بدون آنکه در برابرش پاداش ویژه‌ای تعلق بگیره بهشون. یعنی هر صاحب عرض کنم حاکمیتی وقتی قرارداد میبندد شرطش این است که عمل شرکت پیمانکار مطابق باشد با آخرین تکنولوژی روز و برای این
یک نهاد نظارتی نیرومند ضرورت داره که اینو نظارت بکنه با متخصصانی که در اختیار خودش میگیره. اگر هم خودش نداره که در زمینه ایران تعداد زیادی وجود دارند، اگر هم خودش نداشته باشه میتوانند از متخصصان خارجی که بازنشسته شدن اینا رو در خدمت خود بگیره و این کار نظارت رو انجام بده. خیلی ممنونم آقای دکتر. نکته دیگری هست در این قرارداد که قابل ذکر باشه؟ فرمودید خیلی طولانی هست. خود قرارداد رو نداریم، ولی من به جنبه های عرض کنم عمده‌ای که به نظر من مشکل زا میرسند عرض کنم انگوش کشتم. انتقال فنون به شرکت ایرانی، به طرف ایرانی، که در واقع منجر می شود، عملا منجر می شود که شرکت ملی نفت از تخصص خالی بشود و بعد پرداختن پاداش به این که شرکت ها در آخرین تکنولوژی ها سرمایه گذاری بکنن و به اصطلاح تولید رو اپتیمال انجام بدن، بهینه انجام بدن. و عرض کنم در زمینه این که چگونه این شرکت ایرانی روابطش با شرکت طرف خارجی تنظیم خواهد شد، سوال های بسیار زیادی مطرحه که در این مصوبه دولت به اونا نمیشه دست پیدا کرد مگر این خود قرارداد در اختیارمون قرار بگیره و از روی اون بدونیم که مالیه این شرکت، هزینه مالیه این شرکت چگونه خواهد بود و موارد عرض کنم در این زمینه مثلا موارد مالی و حقوقی مسائل زیادی مطرحه که شاید در خود قرارداد وجود داشته باشند ولی در این مصوبه دولت طبعا به اونا پرداخته نشده. و عرض کنم که مثلا گفتن که تمام هزینه هایی که این طرف قرارداد پیمانکار متحمل میشه انجام میده متقبل میشه، اینها از محل 50% برداشت نفت و گاز تعدیه خواهد شد. خواهناخا این سوال مطرح میشود که اگر این سرمایه گذاری و اکتشاف و عرض کنم به استحصال به بهره برداری نرسید، یعنی رسیدیم به قول فرنگی به درای هول، به چاهای خالی، در نتیجه محصولی به دست نیامد چی؟ در یکی از مواد این مسابقه گفته می شود که این مسئولیت پیمانکار است و در نتیجه اینجا متضرر میشه، ولی دولت تقبل می کند که در همون زمینه های مجاور زمین دیگر رو، میدان دیگر رو در اختیار همین شرکت با همون قرارداد با همون شروط قرار بدهد تا اون هزینه ها رو از تلاش دیگری که می کند برداشت بکنه. این موارد ابهام قضیه است که فقط با داشتن خود قرارداد می شود روشون داوری کرد. ممنونم جناب دکتر منصور. من آخرین سوالی رو که می خواستم از حضورتون بپرسم راجع به نقشی است که الان جدال هست بین ترکیه و به اصطلاح روسیه، مبنی بر این که داعش داره نفت میفروشه به ترکیه و آیا به صورت، یعنی خبری یا سندی وجود داره که میزان نفتی رو که داعش در از منابع مختلف جاهایی رو که اشغال کرده داره صادر میکنه به کجاها میره و آیا واقعا این صحبتهایی که آقای پوتین میکنه در مورد ترکیه واقعیت داره و مدرکی رو دیدید در این مورد یا نه؟ عرض کنم خب آقای پوتین مطلب رو عنوان کردند و آقای داوودوغلو سوال کردند که شما اگر این اطلاعات داشتید چرا قبل از این ماجرای هواپیما عنوان نمی کردید؟ بله. یک. و بعد خب دولت تکذیب کرده و آقای اردوغان گفته اگر سندی، یعنی اگه ثابت بشود قضیه، من استعفا میکنم. تا اونجا رفتیم. عرض کنم که البته تعارفی بیش نیست، ایشون هرگز در صدد استعفا کردن نیست، ایشون داره امپراتوری خودشو میسازه. اما آمریکا این اتهام آقای پوتین رو قابل باور ندونسته و گفته که باور نکردنی است چنین چیزی، ولی محکم تر از این حرفی نزده. در مقابل
ایران آقای علی آقای رضایی فرمودند که اگر ترکیه نمیداند که چگونه نفت داعش رو خریداری میکند، ما حاضریم اسنادش رو رو بکنیم، برای اینکه ما از سوریه تمامی نفکشایی رو که عازم ترکیه بودن از جون فیلم برداری کردیم، عکس برداری کردیم. به هر حال روایت های متناقض در این زمینه وجود داره. واقعیت این است که بافت این کنفلیکت، این تناقض در سوریه بسیار بغرنجه و بازیگران اونجا انگیزه های متفاوت دارن. یعنی ترک ها از یک سو در اونجا با داعش می جنگند، از سوی دیگر با کردهای خودشون کردها می جنگند، در حالی که کردها بزرگترین نیروی طرف جنگ داعش هستند. عرض کنم از سوی دیگر وقتی شما به حکمت وجود داعش نگاه میکنید، در واقع داعش خنجری است که علیه شیعه درست شده. بله. و پشت این قضیه خب نیروهای بزرگ سنی به صورت رسمی غیر رسمی، چون دیروز در اینجا میدونید یه دیبیت پارلمانی بزرگی به مدت 10 ساعت و نیم بود تا تکلیف انگلستان روشن بشود که آیا شرکت میکنند یا نمیکنند در این نبرد هوایی در اونجا. در چه بسیاری مطالب گفته شد، 104 نماینده در این فرصت صحبت کردند و برخی از متخصصین هم ابراز نظر کردند دوینا. در نتیجه بسیاری از اینا به صورت مکرر به این نکته اشاره کردند که عربستان سعودی و قطر نباید تأمین مالی بکنه داعش رو. یعنی اتهام بزرگ متوجه اونا هست که اونا این از نظر مالی عرض کنم تغذیه میکنن و در واقع در این مسئله ترکیه هم به نحوی منتفع نفت داره. یعنی وقتی شما این دعوا رو به صورت سنی و شیعه که در واقع دامن زننده و روشن کننده این آتش جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی است که الان با این علم کردن ماجرای اربعین که در اونجا گفته شده حدود 20 میلیون نفر، نمیدونیم، خودشون اعلام کردن 20 تا 25 میلیون نفر در اونجا به راهپیمایی اربعین پرداختند و از ایران هم حدود 2,100,000 نفر با ویزا بدون ویزا در اون شرکت کردند، میخواهند به عربستان سعودی بگویند که ما میتوانیم با این ماجرای محرم و اربعین تعدادی اندازه حج شما رو بسیج بکنیم و در نتیجه به عنوان یک رقیب وارد میدان شدن از هر نظر. و متاسفانه این دامن زدن میتونید آثار بسیار سویی داشته و در نتیجه عصبیت های سنی ها رو در خیلی از کشورها برانگیخته و داعش فقط یکی از جنبه هایونه. داعش میدونید الان به ده ها سازمان نظیر خودش در خیلی از بوکو هرام گرفته، از النصره که در واقع شاخه ای از داعشه و عرض کنم و جیش الاسلام و فلان، تمامی اینها در هر منطقه سر بلند کردن و هر کدوم از اینا خب طبیعی است که اینا تامین مالی میشن، تامین اسلحه میشن و بالاتر از اون امروز سرزمین رو در اختیار دارن که نگه داشتن این هم نیازمند لوجستیک و امکانات فراوان زیادی است. در این زمینه ها برخی از این بازیگران نقشای پنهان و دوگانه ایفا می کنند که در این زمینه نقش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و عربستان سعودی قطعا مشکوکه و ترکیه هم بازی های دوگانه ای می کنه و هدفش این است که جلوی عرض کنم نفوذ جمهوری اسلامی رو در اون منطقه سد بکنند. بی نهایت سپاسگزارم. آقای دکتر باید اضافه هم بکنیم که آلمان هم عملا داره وارد مبارزه با داعش میشه. متاسفانه فرصت برنامه در اینجا به پایان میرسه و امیدوارم در هفته های آینده در فرصت دیگر که در خدمتتون هستم راجع به این مسئله بسیار مهم
و تأثیراتی رو که در جهان گذاشته و نحوه تأمین مالی این گروه های تروریست بتونیم با شما بیشتر صحبت بکنیم آقای دکتر. بی‌نهایت سپاسگزارم. بینندگان گرامی، برنامه امروز گلگشت در اینجا به پایان میرسه. تشکر میکنم از شما که لطف کردید و پای برنامه، پای تلویزیون هاتون نشستید و برنامه رو دیدید. تشکر میکنم از سپهر عزیز و تا هفته آینده که در خدمتتون خواهم بود، اگر عمری باقی باشه، از همه شما خداحافظی میکنم.